به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. توجه کنید به دو خبر فوری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. القاعده در قلب پنجشیر پایگاه ساخته است. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان، اعلام کرده است که طالبان به القاعده اجازه ساخت و ساز پایگاه نظامی حتی در قلب پنجشیر را دادند. فورن پالیسی به نقل از علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان، گزارش داده است که طالبان به القاعده اجازه ساخت و ساز پایگاه نظامی حتی در قلب پنجشیر را داده است. آقای نظری در گفتگو با فورن پالیسی او تصریح کرده است که این فرصت و مزیدی است که حتی القاعده در دهه 90 میلادی نیز از آن بهره‌مند نبود، ولی امروز بهره‌مند است و نو پایگاه نظامی ساخته است. آقای نظری افزوده است که به اضافه القاعده سایر گروه های تروریستی از جمله داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستانی و جنبش اسلامی ازبکستان نیز در خاک افغانستان حضور و فعالیت دارند که جمعشان بیش از 21 گروه تروریستی می شوند. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی گفته است که القاعده در سال 2001 در افغانستان حضور نداشت، ولی این روزها در همان نقاط کشور حضور دارد و از سوی طالبان تروریست حمایت می شود. او افزوده است که افغانستان به بازار سیاه توسط طالبان تروریست تبدیل شده و سلاح‌های بجامانده نیروهای آمریکایی در آن به فروش می‌رسد و به دست سایر گروه‌های تروریستی در دیگر نقاط دنیا می‌رسد. و در پایان، جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده است که در یک حمله بر طالبان در شهر کابل دو جنگجوی این گروه را کشته است. این جبهه با نشر یک خبرنامه مدعی شده است که این حمله را شام جمعه در ساحه کارتر نو شهر کابل انجام داده است. طبق خبرنامه 1 میل اسلحه طالبان نیز به دست نیروهای جبهه مقاومت ملی افتاده است. طالبان در کابل در این مورد چیزی نگفتند. انفجار در منطقه خیرخانه شهر کابل. رسانه ها از یک انفجار در خیرخانه کابل خبر داده و نوشتند که این انفجار ساعت 7:30 شام روز شنبه در منطقه 500 فامیلی رخ داده است. تا کنون از تلفات جانی و مالی این انفجار گزارش های در دست نیست. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.